دورده بیکرام از شما دوستان و خوبان و عیزان سباسگزار که در این ساعت با من همراه هستید قالیباف حرفای خوبی داره جدیدن میزنه در این شو نمایشی راهپیمایی 22 بهمن قالیباف سخنرانی که میکنه جالب توجه در تبریز میاد و سخنرانی میکنه در تبریز و سخنرانی چون الان ایشون رئیس مجلسه به هر حال جزء قوای سگانه است نظراتی که میده قابل تحمله گوش کنیم نمیاد شلوغ کنه آی ما خوبی ما فلانیم اینا یه مدت قالیباف داره تلاش میکنه انتقادی غذایا رو بره جلو و ببین ما وضعیت کشورمون تو مرحله ای که الان باید آسیب شناسی کنیم شعار بیرونی علی دشمن امروز و بخشی خالی است اصلا امروز موضوعیت دشمن نداره دشمن نمیتونه کاری کنه برای واسه دشمن من تا گفتم گفتم اپوزیسیون اگه خفشن این نظام زودتر خودش نابود میشه امروز بحث ناکارآمدی نظامه و قالیباف جز کسانیه که این قضیه رو حداقل داره به زبان میاره گوش کنیم انقلاب اسلامی این مسیر رو فراهم کرد و مردم به صحنه آمدن و استقلال و آزادی رو در این کشور به ارمغان آوردن که میگه مردم به سرنامون انقلاب بیستاده به من استقلال آزادی آزادی واقعا جمله مسخره که اینا میگن چون اینا اصلا ضد آزادی هن. اما استقلال ببین این واقعیتی که وجود داره ما در حوزه بین الملل جمهوری اسلامی استقلال داره این, این واقعیت اما در مورد اینکه ما آزادی خواستیم بیاریم ببخشید نظام جمهوری اسلامی اصلا به خاطر باور اسلام یعنی ضد آزادی ضد انسان ضد بشر و به ویژه ضد ایرانی بودن سوره روم حالا فارغ از اینکه قرآن یک کتاب ضد انسانی و ضد بشری است در سوره روم اکسترا ضد ایرانی است شما تو یه چیزی ضد بشری هم باشه ولی صرفا ضد یک ملت نباشه کلی باشه مثلا کلی بگیم آقا ضد بشریه قرآن ضد بشر است ضد همه بشر است اما اکسترای این ضد ایران است حالا از نظر تاریخی اینا که ضد ایرانه از نظر کتاب قرآن اصلا شما سوره روم برای چی نازل شده برای علیه ما ها نازل شده و خاک تو سر ایرانیا میشینن قرآن رو میخونن به این کتاب احترام میذارن اصلا قرآن ضد من ایرانیه فارق از اینکه ضد انسان است ضد زن است ضد کرامت انسانی است سوره روم داره ضدیتش رو ما نیم. شما از آیه یک تا آیه پنج سوره روم رو بخون رسما دشمنیش با ما ایرانیاست این ما هستیم که باید تلاش کنیم و خدایی نکرده با ناکارآمدی هامون با تصمیم غلط دشمن رو به طمع نیندازیم یه اعتراف بزرگ میکنه میگه ما نباید با ناکارآمدی و اشتباهاتمون دشمن رو به طمع بندازیم درست گفت این کاری کردید ناکارآمدی رو اعتراف میکنه آقای قالیباف ادامه ما باید تلاش کنیم که یه وقتی خدای نکرده زعفهای خودمون رو در سایه دین پنهان نکنیم اینجا من مخالفم میگه ضعفهای خودمون رو در سایه دین مثلا پنهان نکنیم نه اصلا این دین شما ضعف داره مزخرفتن این جمله اینه که اگه ایرادی هست از ما مسلمانان هست وگه نه در خود اسلام نیست ای بی چرند کامله هر ایرادی هر کسافتی که در کره زمین هست اتفاقا مال اسلام است. اگر به این قضیه برعکسه آقا این قالیباف یا خو آقا این ای خوبی نداره داره خامنه ای خوبی داره اما خوبی خامنه ای رو از اسلام نباید ببینی از ایرانیتش باید ببینی از انسانیتش باید ببینی نه از اسلامیت اگر خامنه ای میخواست اسلام واقعی رو پیاده کنه در قشن میشد محمد و علی و حسن و حسین دیگه جنایتکار میشد اگر کار درستی رو یک فرد مسلمان انجام میدهد اون خوبی از آن اون مسلمان است وگرنه در اسلام خوبی وجود ندارد دقت کن خیلی دارم ظریف صحبت میکنم شما تا نشده که یک فرد مذهبی بهت محبت کنه آدم درستی باشه هست اول از همه مادر خودم هر خوبی که در مادر من هست ربطی به اسلام ناب نداره <applause> خوبی از خودشه <applause> این واقعیت میدانیه کسی که باور یعنی میخواد بر اساس اسلام مثلا عمل کرد داشته باشه نمیتونه انسان باشه اینو من بهتون بگم نمیتونه خوبی داشته باشه نمیتونه کارآمد باشه اسلام یعنی ناکارآمدی اسلام یعنی منفی همه چیزهای منفی عالم بشریت ضعف های خودمون رو به خاطر نجابت مردممون بهش بی توجه نکنیم و دشمن رو به طمع نیندازیم این صحبتش ولی باز مهمه داره میگه که آقا مثلا ضعف حالا چه از اسلام چه از اینها میگه ربطی به دشمن با زبان بی زبانی داره میگه ربطی به دشمن نداره عزیزم یکی از نهادهای قوه مقر... در های قوه سگانی تو داری میگه که آقا ربطی به دشمن نداره قوه مقننت داره میگه ربطی به دشمن نداره پس تو با یه بچه محصبی که دیگه نمیتونی از این ببخشی از پاپ هم برای ما کاتولیک تر بشی بیای بگی نه آقا جان دشمن باعث محسا امینی شد ایشون داری میگه چند بار بگی قالیباف به مثلا هیکل شما بچه مذهبی رو قشن براتون رنگ قهوه ای بزنه این وظیفه همه ماست که ما بتوانیم به وقت قدرت حل مسئله داشته باشیم خیلی نکته مهمی میگه این برماست که بتوانیم به وقت قدرت حل مسئله داشته باشیم ان وقتش بگذره دیگه فایده نداره الان شما داستان محسنینی من دو سه هفته اولی میگفتم آقا شریعت اجباری بعد بذاریم کنار، باید حجابو کنا. بذارید کنار باید فلان بشه هی هم تو اون بعد از اون دیگه الان بحث فقط حجاب نیست بحث خونخواهیه و 500 تا آدم کشتید شما جنایت کردید بچهای مردم رو اسیر کشی کردید ضعیف کشی یتیم کشی کردید دیگه امروز که دیگه نمیتونیم بگیم آقا بحث فقط حجابه که شما جنایتایی که کردی الان بحث خونخواهیه جنایتتون هم هست دو هفته اول فرق داشت ولی بعدش دیگه بحث جنایتاتون به خودتون بعد از اعدام محسن شکاری قضیه تمومه و مسائل و مشکلات خودمون رو با اولویت مساله و سختی های حوزه اقتصادی و اجتماعی حل کنیم و تلاش کنیم که موضوعات رو حل کنیم و خدای نکرده توجیه نابجا کارهای اشتباه خودمون رو نکنیم خب قالیباف مدتی داره حرفاش و تلاش داره میکنه خیلی با ولوم آروم و خیلی متمایل و خیلی در حقیقت آهسته آهسته بگه ولی فایده وضعیت کشور ببینید این وضعیتی که ببینید ما الان چی شد که من دیگه تصمیم گرفتم خیلی تون برخود کنم مثلا زرقامی ها قالیباف ها نیست چرا الان اعتراض میکنن شرایط میدانی کشور وضعیت روانی کشور در شرایطی است که این گونه لفاف ها آرام نقد کردن ها اصلا بی تأثیره یعنی شوخیه در اساس حجم اتفاق میدانی که داره رخ میده این سطح از نقد کردن ما نمیتونیم بهش دل خوش باشیم که من بیام میگم وای خیلی خوبه الان زرقامی داره این حرفو میزنه قالی داره خیلی ما الان امیدواریم نه نه وضعیت میدانی اینقدر بقرنجه که این سطح از لفاف گویی در نقد آقای قالیباف غیر نمیخوام بگم فاقد ارزش ارزشمند خودش به نوبه خودش ولی یه جورایی غیر قابل اعتناس زیاد نمیشه بهش در همین حد برنامه 7 8 دقیقه‌ای بیشتر از این دیگه نمیشه اعتنا کرد چون ببخشید کشور رو داره سیل میبره حتی تازه الان میخوای برای ما تازه وسط سیل یه قایق درست کنی که توی قایق بشینی تازه میخوای درست کنی قایق هم نداری بیاری نقد آروم شما شبیه اینه وسط سیل که من نمیتونم به تو امیدوار باشم که تازه قایق برام درست کنی که قربونت برم اگر واقعا میخواید کاری کنی نقد ها جدی به صورت جدی بیاد اعتراض کنید به صورت جدی بابا آسین بالا بزنید رفرم ایجاد کنید این نقد ها اینا فایده نداره شرایط مملکت با این نقد های شما همخانی هماهنگ نیست نمیشه که حجم شرایط مملکت اینقدر دهنش گشاده بعد نقد شما که میخوایم مثلا به این مسائل بپردازی مثلا مذهبی ها رو آگاه کنی در مورد این حجم دهانه از مشکلات دهانه سخنان شما اینقدر باریکه آقا این حجم اینقدر بزرگه که قورتت میده <تصح> نقد تو اصلا گمه تو این داستانا اونم این سطح از نقد اصلا شرمندم قربتون برم عاشقتونم این برنامه رو میمندم همتون به احور مزه ایران نیستم پاینده ایران